انسان موجودی هستش که دائما در حال تفکر هست و این جریان تفکر همیشه تو مغز انسان در حال سیلان در حال جاری شدن هست همین افکار هستش که میاد هدایت زندگی ما رو به عهده میگیره یعنی زندگی ما رو به سمت و سوهایی که حالا خودمون چطوری فکر میکنیم پیش میبره اگر افکار ما مثبت باشه به سمت رشد و تعالی و موفقیت و پیروزی پیش میریم اگر منفی باشه معمولا اینطور هستش که به سمت شکست ناکامی افسردگی پشمردگی و اینجور احساسات منفی پیش میریم در قسمت های قبل ارز کردم خدمت شما که برای مغز هیچ فرقی نمیکنه داده هایی که دریافت میکنه از طریق تصورات اوهام خیالات باشه یا از طریق حواس پنجگانه باشه فقط میاد اونها رو تجزیه و تحلیل میکنه و بر اساس اون میاد تصمیم گیری هایی رو انجام میده هورمون رو ترشح میکنه و باعث یک سری رفتار و یک سری گفتارهایی از ما میشه و ما نشونه هایی رو از خودمون بروز میدیم افرادی که درگیر تله رهاشدگی هستن گفتیم که حالا یه سری علائم و نشونه هایی دارن مثلا شک و دودلی، ترس و اضطراب نگرانی از اینکه تنها بشن حس خوبی ندارن این افکار این آدم ها هستش که از درون داره اونها رو میخوره مثل موریانه عمل میکنه مثل کنده درختی هستش که آتشی افتاده در درون اون و داره اونو از تو داره آتیش میزنه این مطلب رو به این خاطر گفتم که کسایی که درگیر تری رها شدگی هستن هم خودشون هم اطرافیانشون رو به به یه نحوی میشه گفت آزار دارن میدن باعث رنجش و اذیت اونها دارن میشن همه اینها برمیگرده به اون تفکراتی که این افراد دارن ریشه خیلی از این تفکرات که حالا تو قسمت های اولی عرض کردم خیلیاش برمیگرده به کودکی مثلا مشاجرات خانوادگی اعتیاد والدین مرگ والدین ارز به حضور شما که جا به جای محل سکونت اونها و اینها نکته ای که باید عرض کنم خدمت شما این هستش که این افرادی که درگیر تله رها شدگی هستن هیچ وقت نمیتونن این افکار به گذشته خودشون برگردن و اونها رو تغییر بدن میشه اونها رو اصلاح کرد اصلاحش به چه معنی هست؟ به این معنی هستش که ما در این مرحله دیگه نمیخوایم حذفشون کنیم باید بپذیریم که این موارد بوده اتفاق افتاده و ما درگیرش بودیم والدین ما مثلا تنهامون گذاشتن جاهایی که انتظار داشتیم که از ما حمایت بشه حمایت نشدیم تعادل و بالانس مهر و محبت تو خانوادهمون کم بوده همه اینها رو اول باید بپذیریم بعد از اینکه پذیرفتیم حالا باید به یه سری اصول یه سری عرض به حضور شما که مبانی دست پیدا کنیم به این معنا که باید بپذیریم که هیچ کسی تو این دنیا کامل نیست خیلی از افرادی که ما میشناسیم و شاید هم خیلی وقت بخوام به حالشون قبطه بخوریم یا حسادت کنیم دقیقا مثل ما هستن شاید ضعیفتر از ما هستن نکته دیگه این هستش که تنهایی همیشه بد نیست نشانه ضعف نیست خیلی وقتا باعث میشه که انسان به خودش برگرده خودسازی رو پیش, پیش، پیشه کنه به خود آگاهی برسه اون استعدادهای خودش رو شکوفا کنه و نکته کم هست این هستش که وقتی که انسان تونست اون تنهایی خودش رو بپذیره این شرایطی که درگیر شده رو بپذیره کم کم میتونه به آگاهی برسه این آگاهی از خود و محیط و موقعیتی که توش قرار گرفته به نحوی هستش که باعث افزایش اعتماد به نفس میشه عزت نفسش رو میتونه ببره بالا این مطلب رو به این خاطر گفتم افرادی که درگیر تله رها شدگی هستن برای اینکه بتونن کنترل نوع تفکر خودشون رو بالا ببرن افزایش بدن بهترین راهش هستش که دوستی های خودشون رو گسترش بدن روابط خودشون رو گسترش بدن وقتی که روابط و ارتباطات خودشون رو تونستن گسترش بدن با نظر به اینکه درگیر همچین تلهی هستن میتونن خودشون حالا کم کم حالا چون تمرین هم هست به یه نحوی میتونن اعتماد به نفس خودشون رو بالا ببرن عزت نفس خودشون رو بالا ببرن به نحوی که تقریبا میشه گفت توی یه فرایند ممکنه مثلا چندین ماه یا چندین سال طول بکشه تا بتونن از این تله رهاشدگی نجات پیدا کنن